با درود بسیار و قلبی من به همه شما یاران و همراهان شبکه ایران فرد. باز هم یه هفته دیگه گذشت، پیام های شما آمد، انباشته شد. آرش دستچین کرد، فرستاد. دستچین که میگم نه اینکه پیام ها رو نفرسته، نه، اونایی رو که خصوصیه یا برای همکاران من هست مستقیما و سوال خاصی ازشون دارن برای ما و اونها ارسال میکنه. بقیه میاد اینجا دست رامین. من و رامین نشنیدیم. برنامه شروع میشه، دونه دونه پخش میشه و بنده افتخار پاسخگویی به آنها رو دارم، اگر پاسخی لازم داشت، وگرنه که بیشتر موارد فقط پیام‌های پر از مهر. دوستانی که از من خواسته بودن بهشون تلفن کنم، لطفاً شماره‌ای که میذارن اولا صحیح باشه، دوم دائم به من نگن مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشن. دوستانی به من میگن آقا بعد از ساعت فلان زنگ بزن، من بعد از اون ساعت زنگ میزنم، یکی بر میداره با حیرت. بله شما، منم خب اسممو نمیگم. در یه مورد جالب بود، یه آقای گوشی رو برداشت، گفتم سلام حالتون خوبه؟ فکر کردم خود اون شخصه. گفت آقای فلان اسم بنده رو. گفت آقا قراره اسمو پای تلفن نیار، به همون علیرضا بسنده کن. کلی با من صحبت کرد و بعد گفت پسرم میخواست با شما صحبت کنه، الان نیست و تا یک ساعت دیگه دانشگاه میاد و اگر بهش بگم خیلی ناراحت میشه. گفتم من یک ساعت دیگه هم زنگ میزنم. یک ساعت بعد زنگ زدم، یک ساعت و نیم بعد، و با پسر ایشونم صحبت کردم و چقدر خوشحال شدم. همون آن لطف مادر هم به من رسید و برادر کوچکتر. یعنی در خانواده به هر حال بنده و همکارانم جایی داشتیم. اون برنامه که بهتون وعده داده بودم آماده میشه که از اول دسامبر شما شاهد برنامه‌ای باشید که دکتر محمود کویر اجراشو بر عهده داره، نوشتن و اجراشو. برنامه‌ای که شما رو بر بال سیمرغ ایران به قلب فرهنگ این سرزمین جاودانه میبره. دونه دونه ببینید سخته. پروژه‌ای رو تهیه کردن، بودجه براش تأمین کردن، کارهای فنیشو کردن، اینا همه دونه دونه زمان میبره. اما مطمئن باشید در سال چهارم زندگی ایران فردا ما کارهای جالبی خواهیم داشت. ماه ژانویه در واقع سال روز تولد ایران فردا است. سپاسگزارم که این همه با دل پر از مهر با ما بودید. حالا این برنامه جدیدمونم که اومد دیگه روی اریکسون و روی تلفن‌های هوشمند اپل، اریکسون، ال جی، نمیدونم مختلف و بلک بری، باعث میشه که شما همیشه با ما باشید. اونایی هم که تلویزیون هوشمند دارن در خانهشون ما رو میتونن تماشا کنن. با همین برنامه ساده‌ای که براتون فیلمشو گذاشتم و مرتب پخش میشه تا شما راحت بتونید این کار رو انجام بدید. خب اجازه بدید گفت از صحبت کم کنم و بر مبلغ بیفزایم تا پیام‌های بیشتری رو بشنویم. میشنویم سخنان اولین بینندمون. عزیزاده، شما در برنامه‌تون میگید حیوانات داعش. آقا حیوانات که به همدیگر رو نمیان بفروشن به عنوان برده و اینکه همدیگر رو آزار بدن، آقا اینها از حیوان هم کمترن. قربانی شما، بدرود. بله، البته شما میدونید منظور من از حیوان گربه ملوس مصاحب خونه نیست، سگ با وفای خونه نیست، قناری نیست، ماهی های من نیست. نه، منظور من اون جانوران درنده است که مثل کفتار میدرند و پاره میکنه. شاید هم جانور براشون بگیم بهتر باشه. حشرات الارض رو به یاد میارن اینا. واقعا بویی از انسانیت نبردن.
و این ایدئولوژی چقدر ایدئولوژی چیز خطرناکیه، خیلی خطرناک، انسانها رو مسخ میکنه. براتون یه مثال زدم، یکی از این افرادی که جز فرقه پیشوری بوده میره به روسیه، آزار میبینه، کارگری، بدبختی، بعد تبعید میشه به سیبری، 10 سال اونجا با فلاکت، بعد بالاخره با آزاد میشه برمیگرده، باز با فلاکت و بدبختی توی اتاق با همسری زندگی میکرده، بعد میاد آذربایجان، بعد برمیگرده به وطن. آدم فکر میکنه حالا که برگشتی به وطن اون تجارب باهاشه، ساحت زیبای وطن مجذوبش میکنه، میره به خرم آباد یه جا سلمونی باز میکنه. به محض اینکه زمزمه انقلاب بلند میشه دوباره اون حس توده‌ای میجوشه در او رو دوباره تبدیل میکنه. تو که دیدی همش دروغ بود، ایدئولوژی دیگه، کارش نمیشه کرد. ایدئولوژی آدم رو مسخ میکنه. بیننده بعدی. سلام، من یکی از بینندگان هستم، میخواستم واقعا تشکر کنم از این برنامه قشنگتون، مخصوصا برنامه رنگارنگ. الان واقعا من یه برنامه پخش کردم که اشک تو چشام جمع شد، من از وسطی برنامه رسیدم. حالت کاشیکاری و اینکه با چه مشقت و چه عشق اینا رو درست میکنم. صدای هموطنم قطع شد. بسیار متاسفم. بله، برنامه رنگارنگ و دوست عزیز من همکارم آقای بزرگزاده زحمتشو میکشه و جستجو میکنه، پیدا میکنه مناسب و لابلای برنامه ها رنگارنگ ها رو میبینید. ممنونم. هموطن بعدی. سلام، به شما خسته نباشی میگم، شب روز شما خیلی خوب باشه. با سلام به آقای دکتر نوری‌زاده. حالا گزارش 24 سپتامبر آقای مرداد فرمان از قاهره تا قاهره گوش کردید؟ به قول شما از رسانه بی بی سی که واقعی گفت واقعی منا ناشی از جنگ عربستان در یمنه. مطلب دیگه در این برنامه فرمودید که مردم در سال 57 رادیو نداشتن، در سالی که 99% مردم رادیو داشتن تا در دهات به اخبار مرتب گوش میکردن. حتی در سال 32 در دهات رادیو پنج آندریو 51 و در دهات بودیم که واقعی 28 مرداد اتفاق افتاد، که از 25 مرداد ادامه دکتر حسین فاطمی پخش میشد از رادیو تا 28 مرداد. عرض کنم بعد از انقلاب، پس مردم بعد از انقلاب رادیو دار شدن. علامت سوال. خدا حافظ. من خیلی عجیبه برام صحبت ایشون. من خودم در زمان انقلاب نمیدیدم رادیوهای موج کوتاه همه جا بود، خود من دو تاشو داشتم در خونه. نمیدونم در یک الان تو ذهنم نیست، ولی احتمالاً راجب تلویزیون میگفتم که اینقدر فراوان نبود، یا رادیوهای دیجیتال یادم نیست. در حال این سوء تفاهم رو بر من ببخشن، چنین سوء تفاهمی اگر ایجاد شده. دقیقاً مردم همه رادیو داشتن دیگه، ارزونترینش این رادیوهای روسی بود، 6 تا موج داشت و چقدرم خوب بود. اینجا من 20 پوند خریدم توی میدان شبدبوش، وقتی دانشجو بودم بردم ایران، همه جارم میگرفت. یک رادیوهای بزرگ پرحجم سنگین. بعد که خب دیگه سونی انواع و اقسامش دیجیتال اومد و غیر دیجیتال، رادیوهای موج کوتاه بسیار عالی. خب حالا میرویم و پیام هموطن دیگری رو میشنویم. سلام آقای دکتر نوری‌زاده، دوست عزیز همه ما. من خوشحال میشم چون خیلی ها برنامه شما رو به ایران نگاه میکنن، میبینن و نفوذی که در ایرانیان داری. خواهش میکنم یه دوتا کلمه در مورد این که این ایرانیان ما، هموطنان عزیز ما، این وام گرون با بهره بالا برای خرید ماشینی که 10 میلیون هم نمیارزه نگیرن، تا یه مقدار اینا به اصطلاح قدر این مردم ایران هم بدونن. متشکرم، خیلی ممنون، جاوید و پایدار باشید.
سپاسگزارم دوست من. اتفاقا من در برنامه پنج شنبه‌ام فکر میکنم مطلبی گفتم راجع به این وام ماشین و ارتباطی که اتومبیل مثلا ایران خودرو و بانک ها دارن و چگونه پول شما مصرف میشه و به چه مصرفی میرسه. فکر میکنم این بسیار تذکر به جای باشه برای هموطنان. ممنونم به هر حال از لطفتون. اصولا در ایران ما علاقمندیم صنعت ما پویا باشه، کارگرای ما سر کار باشن، دلیل اون نمیخواد هیچ کارخانه ای تعطیل بشه، اما در این حال میخوام مدیریت این کارخانه ها که اغلب شایستگی مدیریت رو ندارن به این نکته فکر بکنه. هرچه کالای ما مرغوبیت بیشتری پیدا بکنه طبیعتا خریداران بیشتری خواهد داشت. اتومبیل میفروشید که همون روزی که راننده پشتش میشینه ترمز نداره یا پنجرش نمیدونم تلقی میفته پایین یا هزار تا عیب دیگه، خب طبیعتا از ارزشش کم میکنه. پیام دیگری رو میشنم. خدمت آقای نوری‌زاده سلام عرض میکنم. من از مناسنی شیراز تماس میگیرم. میخواستم از ایشون بپرسم چرا برنامه ای که درستش خودشون نبودن و ای که در پاریس بوجود آمد اخبار اولمون شروع برنامه که ایشون نقاشن خانمی پش میکنن، این برنامه هر زمانی تهیه شده باشه بالاخره باید ایشون یک اشاره به برنامه میکرد، این واقعه پاریس میکردن. یعنی اگر برنامه هم قبلا تایید شده باشه که بعید شب اتفاق میفته، فردا شب ما ساعت 7 برنامه شون رو بگیریم، اما خانمی که اول میان اخبار میدن برنامه رو خط کنن و این پیغام رو بیدن. خواستم ایشون محبت کنن، این دلیل رو گاهی بگن در صورت ایشان رو میبوشم به خاطر اون هم علاقهی که بهشون دارم. یک لور هستم و لورها همیشه صداقت دارم. تردید نیست، من شکی ندارم هموطن من از ممسنی و بسیار از تذکرتون ممنون. الان براتون میگم. ببینید قربونت برم، ما از روز اولی که پایه این تلویزیون رو گذاشتیم هدف من این نبود که خبر محور برنامه ما باشه، چون ما قدرت مقابله با تلویزیونی مثل بی بی سی یا صدای آمریکا از نظر خبر نداریم، امکانشو نداریم. تشکیلات خبری اونا دخاتن خبرنگار و خبرنویس و مجری هست، ما امکاناتو نداریم. بنابراین با خبر برخوردمون چندین نوبت هم تغییر کرد. برخوردمون با خبر این شد که آقا ما بیایم اون سوی خبر رو نگاه کنیم. بعدم که این ترکیب آقای ماشالله عبداللهزاده که در واقع مطبوعات رو میبینن و یه نگاهی هم سریع به خبرها دارن، به همراه تیمی که در خبر داریم، خانم فریبا شیرازی هم دبیری اون سرویس رو به عهده دارن و خودشونم در شنبه و یه شنبه اجرا میکنن، اینها هم در واقع گذاشتیم که گزارش های خبری رو تهیه کنن. دوستان نازنینی مثل محمد رضا شاهی در فرانسه و همینطور آقای دوست همکارمون در ترکیه که در آغاز در واقع ایشون اسم مستعاری داشت و بعد حالا اسم واقعیش رو ملاحظه میکنید، آقای امینی. این در واقع کار ما تو پنج روز هفته است. شنبه و یه شنبه دو روز تعطیل ماست. تعطیل به این معنا که گروه خبر و گروه هایی که تهیه کننده و تولید کننده برنامه هستن
نیاز به دو روز استراحت هم دارن. و بعد شما امکانی رو نداریم که یه گروه آلترناتیو داشته باشیم، یه مجموعه‌ای که بتونن شنبه شنبه بیان کار کنن و اون نداریم، امکانش رو نداریم. آنقدر چارچوب کار من بسته و محدوده که بنابراین مجال این نوع کارهایی که دلم هم میخواد نداره. در نتیجه ما جمعه ایران و جهان رو میبندیم. اتفاق فرانسه شب افتاد، زمانی که کار تلویزیون تموم شده بود، خانم شیرازی و همکارانشون به منزل رفته بودن و برنامه ها برای پخش به بخش پخش ارسال شده بود. ما تلاشی که داریم میکنیم که این زیرنویس بیاد بیشتر برای اینه که در روزهای ویکند یا شنبه شنبه شما از خبرها اطلاع داشته باشید، چون یه نفر به ایران فردا علاقه داره، نمیخواد جای دیگر رو ببینه. من براش حداقل این خبر رو به صورت مکتوب مرتب ارائه بدم که عقب نمونیم. این کارم میکنیم و آرزو میکنم اگر امکانات تلویزیون بیشتر شد برنامه ویژه خبری شنبه و یه شنبه رو هم داشته باشیم. باز هم از شما هموطن نازنینم پوزش میخوام. دست ما کوتاه و خرمه ها بر نخیل. آرزو میکنم واقعا روزی این امکان رو داشته باشم که شما روز شنبه و یه شنبه آزرده نشید که چرا همچه خبر مهمی در تلویزیون ایران فردا نبود. هموطن بعدی. با درود به ایران فردا، یه یادواره یا میخواستم از دوران جنگ تعریف کنم که خواهش بکنید برای همیانامون پخش کنید. بانوی بود بختیاری، ایشون در خرمشهر زندگی میکرد و روزی که ارتش عراق به ایران یورش برد و هنگامی که این بانو میبایستی خونه و زندگی شد ترک میکرد و از شهر خرمشهر رو ترک میکرد، با چشمی گریان در حال جمع‌آوری اساس بود و خواست که از خونه خارج بشه. میگفت که یه جوانی با گویش ترکی پیش مومد و گفت که خواهرم چرا گریه میکنی؟ مگر ما مردیم که بذاریم دشمن خانه و کاشانمون رو تسخیر کنه؟ در کنار این جوان ترک ایشون میگفت که یک جوان عربی هم ایستاده بود که از همسایه های عرب بوده که دوش به دوش هم برای ارتش در ره دشمن می جنگیدن. اون بانو می گفت که عشق گله و درد من تبدیل شد به عشق شوق. اومدم بیرون و کمی آنسوتر جمعی را دیدم، جمعی از جوانان تفنگ به دست که همه هر کدومشون از یک گوشه از ایران اومده بودن که در کنار هم دوش به دوش هم برای ایران خانم جان دادند. این بانوی یادواره را برای من تعریف کرد. این بانو میگریست و بسیار بانوی باریکبینی بود و اشک شوق و چشم من آورد و میگفت که ملتی که چنین با هم همبستند اینا هیچ وقت نابود نخواهند شد. اینو به همیهنهای آذربایجانیمون میگم که به درستی ثابت کردید که در 200 ساله گذشته همون گونه که آقای نوریزاده همیشه میگه آذربایجان سر ایرانه. بله، این یادواره رو خواهش میکنم پخش کنید به ویژه برای همیهنهای آذربایجانی. ممنونم هموطن عزیزم، حتما همینطوره. در خرمشهر، در هویزه، در حمید، در دسپول خون همه ایرانیا به هم آمیخت، همه با هم ایستادن و این رو کاش این رژیم این رو درک میکرد که اون نخلهای ویران شده با خون آبیاری شد، دوباره جوانه زده. کمک کنید به هموطنان ما، به هموطنان عرب ایرانی کمک کنید، به لرها، بختیاری ها، به همه اونایی که اونجا هستن، به آذری هایی که اونجا هستن. خوزستان باید ایالت نمونه ایران بشه. هموطن بعدی. سلام، من میخواستم از شما بپرسم که شما برنامه زنده ندارید؟ چون الان در فرانسه که حتما اطلاع دارید چه اتفاقاتی افتاده و شما یه خبرنگار بسیار خوب دارید به نام آقای شهید اونجا، اسمشون درست میگم شاهد یا شهید نمیدونم، در اصلا
میخواستم بگم خب چقدر خوب بود که شما این برنامه رو اگر میتونستید زنده پخش میکردید که مردم میدیدن. خب این تلویزیون های اینجا همه دارن پخش میکنن، فرانسه، بلژیک، هلند، همه جا دارن پخش میکنن، ولی خب صدای شما به ایران میرفت و مردم متوجه میشدن که چه اتفاقاتی اینجا میافتاد و به زبان فارسی. نمیدونم شما این امکانات رو دارید نه، ولی خیلی موقعیت خوبی بود که این برنامه رو زنده پخش میکردید. خداحافظ. ممنونم دوست من. جواب همون هموطنمون در ممسنی باید تکرار بشه. آقای شاهید خبرنگار برجسته ایه، همکار قدیمی منه، ما بیش از 40 ساله با هم همکاریم و واقعا در ماجرای همین اتفاق پاریس شاهید لحظه ای آرام نداشت و دیدید دیگه از دوشنبه که ما برنامه های روزانمون از سر گرفته شد، برنامه زنده من داشتم و آقای شاهیدم اومد روی خط و گزارش کرد. حتما مطمئن باشید این نقیصه روزهای ویکند رو در مورد خبر به خصوص تلاش میکنیم برطرفش کنیم. ممنونم هموطن من. هموطن بعدی. سلام آقای میریزاده، خیلی تشکر میکنم از برنامه های خوبشون. در ذهن برای همه خیلی ناراحت کننده بود این اتفاقی که در پاریس افتاد، ولی خون کسانی که در پاریس مردن رنگین تر از اونایی که در سوریه و بغداد مرتب دارن میدن نیست. هیچ کس اظهار ناراحتی، یعنی کسانی که پوباق داشتن میتونستن، هیچ کس به داد این بینوایان نرسید. از طرفی با وجود اینکه خیلی برای ناراحت کننده است، از طرفی یک امیدی هست که بالاخره این کشورهای بزرگ یک قدمی بردارن برای اصلاح دنیا، در اینکه دودیه که به چشم خودشون رفته. به هزار هزار افسوس از این جریاناتی که اتفاق میفته. من به یه شعری برخوردم، البته نمیخوام بخونم، فقط از یه بیتشو میخونم. از چه روزت شام شد ای شام پر آواز، آسمان خالی ز کوکب، ابرها دود سیاه، کودکان محروم و بی برگ و نوا و در به در، مردمان آوارو همچون پرستو در سفر. خیلی متشکرم. سپاسگزارم بانوی گرامی. ببینید در این مقوله که خب خیلی هم گفتن و نوشتن که چرا در مورد لبنان و عراق، ببینید من اون روز عرض کردم متاسفانه به خاطر جنایت بشار اسد، جنایت داعش، به خاطر نااهلی نوری المالکی و دار و دستیش که بر عراق حکومت کردن و همینطور به خاطر جنایت حزب الله در لبنان و جلوگیری از انتخاب ریاست جمهوری و طبیعی شدن وضع لبنان، این کشورها با مشکل روبرو هستند و روزی که کسی کشته نمیشه همه خوشحالن که خبر بدی از اونجا نمیاد. بنابراین این اتفاق عادی شده. امروز در سوریه 40 نفر کشته شدن، در عراق 20 نفر. بمب انفجاری اینو کرد، انتحاری اینو کشت. اما در فرانسه این اتفاقا نادره. 9/11 در امریکا اصلا امریکا رو زیر رو کرد. بنابراین اتفاقی هم که در فرانسه افتاد به این دلیل بهش توجه میکنن که مرکز خبر جهان فرانسه است، یه جایگاه خاصی داره در دل عالمیان و یه مش جوان بیگناه میرن توی اونجا با مسلسل میزن میکشنشون. ولی شما در مورد جنایت داعش هم دنیا ساکت نشست، در مورد جنایت بشار اسد هم ساکت نشسته. پس این نیست که دنیا بی اعتناس، درجه توجه فرق میکنه. ولی اینی که فرمودید شاید این اتفاق با اسپشی تجدید نظری در رفتارشون بکنه کاملا درست. من مطمئنم آقای اوباما امروز پشیمانه چرا 3 سال قبل که میتونست با یه ضربه بشار رو برداره کاری نکرد و بشار موند تا تعداد کشتگان سوریه به 300,000 نفر برسه و آوارگان به 8 میلیون و 85% کشور نابود بشه به طور قطع. هموطن بعدی.
آقای دکتر نوری‌زاده، با سلام و ارادت خدمت جناب عالی و همه همکاران خوب تلویزیون ایران فردا. از اینکه فرمودید در صحت و سلامت کامل به سر می‌برید بسیار خوشحال شدم. خداوند سایه شما را بر سر همسر گرامیتان و آقا پسرها و نوه‌های گلتان و ما مستدام گرداند. آقای نوری‌زاده، من از بیننده‌های برنامه‌های شما و همچنین فیلم‌های سینمایی هستم. در این ایام ما به سینما نمی‌رویم. خواهشم از شما این است که در صورت امکان در فیلم‌های نسبتاً جدید و ارزشمند سینمای ایران در صورت امکان استفاده کنید. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما، خدا حافظ. درود بر شما بانوی گرامی، بسیار سپاسگزارم از الطافتون. در مورد فیلم من با یک مشکل روبرو هستم. مشکل من اینه که دستگاه عریض و طویل امنیت خانه مبارکه جمهوری اسلامی گاهی اوقات اینا میان یه فیلمی رو ما پخش کردیم، بله آقا اینا فیلمو دزدیدن پخش کردن. خب ببینید، من همه گاه به فیلم سازامون خیلی احترام میگذارم، فیلم ها رو میبینم، انتخاب میکنم، مقدمه مینویسم که گوینده قبل از پخش فیلم اونو یا در متن تیتراژ فیلم براتون بخونه که فیلم رو معرفی کنم، کارگردان رو معرفی کنم. خودم با علاقه دنبال این است. اما بعضی فیلم هایی که روی اکرانه یا دو ماه اکران شده، امید این رو داره که در شهرستان ها اکران دیگه ای داشته باشه یا به صورت سی دی بیاد فروش بره، دلم نمیخواد به اونا لطمه بزنم با پخش فیلم از تلویزیون. گوین که اینجا سه نوبت پخش میشه دیگه، دفعه اول که مستقیم، بعدم دو نوبت که تکرار برنامه هست. اینه که واقعا کار مشکلیه فیلمی رو انتخاب بکنم کارگردان دلخور نشه، تهیه کننده ناراحت نشه بگه بهش ضرر زدم. سعی میکنم فیلم هایی که دو سال سه سالشونه اونا رو انتخاب بکنم. همین چند شب پیش یه فیلم دیدم، گینس، خیلی بامزه بود فیلمش. گوین که مقتبس از یک داستان خارجی بود، ولی بسیار فیلم بامزه بود. در تمام مدت این فیلم لبخند رو لباتون نگه میداشت. میخواستم این فیلم رو پخش کنم، بعد دیدم فیلم جدیده، شاید این فیلم منتظر فروشه، اکران دومه. گفتم حالا دست نگر میدارم. نمونه های مختلفی از این نوع فیلم ها هست که من ناچارن به تعویق میندازم که کاملا فروش تجاریشو کرده باشه، بعد برای بینندگانمون یا اونایی که ندیدن فیلم رو من پخش میکنم. ممنونم ازتون. میدونم من خودم عاشق سینما، یه پسرم که فیلم سازه که بالاخره هست دیگه، تو خون هست. هموطن بعدی، با درود به شما به تمام کارکنان ایران فردا. این جریانات اصلی که پیش من اصلا طلایی، یه پیشنهاد داشتم به هموطنهای آذری خودم و کردا و همه، اگر اینا بتونند یه این شعار رو جا بندازن که من مثال میگم زنده باد آذربایجان ولی پاینده باد ایران، و این بیفته تا مردم دیگه ایران هم بتونن از این حرکت رو حمایت بکنن و خدای نکرده متهم به جدایی طلب و اینا نباشن. یا کردا وقتی یه کاری میکنن، اون زنده باز کرد پاینده باد ایران، نمیدونم اگر این چیز بدی نباشه میتونه مثبت باشه. ممنونم، خسته نباشید، خدا نگهدارتون. کاملا موافقم با تون. بسیار، وقتی پاینده ایران رو گفتی در زیر اون زنده باد کرد، زنده باد آذربایجانی، زنده باد بلوچ، زنده باد عرب ایرانی، زنده باد ترکمن، زنده باد قشقایی، بختیاری، بویراحمدی، شاه سوار، همه اقوام، همه ایرانی ها، تالش، چه اشکال داره؟ خیلی هم قشنگه. همه ایران زنده باد. هموطن بعدی، با درود به آقای نوری‌زاده عزیزم که همکاریشون رو دوست دارم، هم کتاباشون و هم همکارانشون و مخصوصا آقای میگودی و آقای نوری‌علا رو. صحبتی که میخوام با شما در میون بذارم با همه حرف متفاوته،
دختری دارم که فارغ التحصیل هنرستان موسیقی، بسیار استادانه سنتور میزنه. اون یکی از بهترین شاگردان خانم عرفه عطرایی و آقای پایور بوده. در هر مجلس یاد بودی که سنتور میزد، مثل رئیس هنرستان شادرمان فریدون مشیری و اساتید دیگر میگفتن امشب ما رو به خدا میرسوندی. در کنسرت هایی که نمونه شکی با شادروان خانم دلکش در کشورهای اروپا، من جمله یکم در سالن رویال الیزابت لندن برگزار شد، جمعیت برای تکنوازی و سلوی که اجرا میکرد همیشه دست فراوون براش میزنن و تشویقش میکنن. همین توجه کردن ها باعث شد که رفت رفت پیش کسرتان اون را کنار گذاشتن. دو یازه سی ساله که دیگه کوچکترین تماسی باش نمیگیرن. نمیدونم خدای نکرده به حساب حسادت بذارن. آقای نوریزاده عزیزم، میتونم اسم تمام پیش کسرت را نام ببرم؟ میگم اگر لطف کردین و اگر فرصتی پیدا کردی به من تلفن بزنین، اسم همه آنها رو براتون میگم. دلم از قلب لبریز شده. شما بفرمایید چه کنم؟ دخترم رفته رفته احساس میکنم افسرده شده، دست به ساز نمیزنه، به شدت غمگینه. تلفن من، بله، حضورتون عرض کنم که یک هنرمند، درست میگید، یک هنرمند به خصوص هنرمندی که با ساز سر و کار داره، دلپذیرترین لحظهش اون لحظه ایست که مستمعانی صاحب دل داره که با جان و جهانشون دارن به او گوش میدن و پنجه ها نای او، پنجه های او رو دنبال میکنه. من نمیدونم دختر شما چه مشکلی براش پیش اومده یا چرا دعوت به کنسرت های نشده. اولا اینو بگم بهتون، اگر ایشون در بریتانیا هستن، اینجور به نظر میرسه کنسرت های چندانی در بریتانیا نبوده، به خصوص سنتی. فقط این آقای قربانی بود و استاد شجریان هم بود که خب زمان زیادی ازش گذشته. بیشتر خواننده های پاپ اینجا میان و دختر شما سنتور میزنه. البته حضور سنتور در موسیقی پاپ هم بوده، خیلی هم قشنگ بوده. در موارد صادق نوجوکی سنتور و ستار و نی رو وارد موسیقی پاپ کرد، خیلی هم قشنگ بود، کارش فوق العاده بود. یک هم نوازی داشت اونجا و یه تک نوازی. نمیدونم، از همکارانم در گروه ترانه باران میخوام، از خانم پرسیس و تهیه کنندهشون، که حتما پیگیر قضیه بشن، با دخترتون گفتگو کنن، اگه لازم شد دعوتشون کنن برای یک مصاحبه و انشالله اندوه ایشون هم برطرف میشه و دوباره با شوق مزراب ها رو به دست میگیرند و شور و شعف بسیار ایجاد میکنه. هموطن بعدی، با سلام خدمت دکتر نوریزاده عزیز، مرد شریف و بزرگ و دوست داشتن. انشالله که حالتون بسیار خوب و هر روز موفق تر از روز قبل باشه. جناب نوریزا، میخواستم عرض کنم آیا برای محمد رضا شاه امکان نداشت قبل از خروج از ایران از پیش و مدیر و فرماندر جناب دکتر بختیار بکنه مرد مبارز و ملی؟ این یک. و موضوع دوم این که در هر حکومتی مخالفان هست، موافقان هم هست، آیا نمیشود در همین سخنرانی اولیهی که مستبدی انجام داد بر خود جدیتری انجام بدهد شاه با مخالف؟ با تشکر خوشحال میشم جواب این رو موضوع رو بشنوم. سپاس گذارم، آرزوی موفقیت براتون دارم. خدا نگهدار از ایران. دوست گرامی من، خیلی کارا بود که ما میگیم اگه شاه میکرد بهتر بود. اگر به جای آقای شریف امامی، دکتر امینی نخست وزیر شده بود، به جای آقای ازهاری دکتر صدیقی اومده بود یا دکتر بختیار. خب بله، خیلی خیلی چیزا هست. شاه دل کنده بود،
در فرودگاه قره‌باغی گفت علا حضرت اگه خبری بود کجا گزارش بدم. نگاه کرد گفت همه چی رو گفتم، آقای نخست وزیر هست. شاه دل کنده بود. بعد از دیدن تظاهرات عاشورا تا سو عاشورا دچار افسردگی شدید شد، چون تصور میکرد با کارهایی که کرده مردم دوستش دارن و اون فریادهای مرگ بر شاه و اینا بر روحیش خیلی اثر گذاشت. نمیدونم، تاریخ رو نمیتونیم با اگر بنویسیم، تاریخ با ثوابتش نوشته شده، احتمالات همیشه هست. یک سال قبل از انقلاب اگر یک انتخابات آزاد در ایران برگزار میشد، یک دولت ملی روی کار میمد، محال بود انقلاب بشه و امروز ایران ژاپن خاورمیانه شده. هموطن بعدی، سلام. من شب و روز خوب به شما آرزو میکنم. یه خبری داشتم، خواستم خدمتتون بگم. از کنم به اینان که تفسیر میکنم اتفاهم برسون بینید واقعیت برگنه. بیسی فارسی در اخبار امروز شادرنما مرتب زیرنویس میکنه بشار اسد هم این حملات محکوم کرد. به دوباره زیرنویس میکنه بشار اسد میگه نتیجه همان فرانسه دستوری است. به چونی که استنداد میشینه که حملات دیشب برنامه‌ریزی شده بود تا تو جلسه امروز برگیان اصد کلانه در مورد دفتر بشار اسد تصمیم گرفته شد. این سیو ایران از یه حاطه خیلی خوشحالم. الان سوالی در مورد عملیات دیشب در فرانسه در مورد دیگه شد. من سر دیگه که میخواستم از نتونیم پرویید نمیدارم برنامه شما رو بگیریم. خدا سپاسگزارم دوست من. من نمیدونم جوابی فکر میکنم باید به این صحبت شما که اظهار نظری بود میدادم. در حال بسیار ممنونم از محبتتون و اظهار نظرتون. هموطن بعدی، ایران فردا، با عرض سلام. جناب آقای نوری‌زاده، برنامه آقای چالنگی رو میدیدم که که خود شما و آقای مهندس شریعت مداری صحبت میکردن، واقعا بسیار عالی بود و بنده متاثر شدم. به عنوان یک ایرانی، هیچ فرقی بین ترک و فارس نیست. اگر فرش تبریز برای همه ایرانیان خوبه، مدیون دست زحمت کش ترک ها هستیم و من متعجبم که هموطنهای ما در شهرهای دیگه هیچ نوع اقدامی نمی کنن. فکر میکنم حرفی رو که بهروز وثوقی زد با گلوله مردن بهتر از با بدبختی بردنه. سپاسگزارم دوست من. بله، در یک همبستگی ملی همه مردم باید در این توهینی که با آذربایجانی شد هم صدا می شد. ولی خدا رو شکر بعد از تذکرات و حرفایی که زده شد، ظاهرا اینطور که من شنیدم تعامل خشن متوقف شده و تلاش برای دلجویی هست که این اقدام باید هم روز اول می شد. مثل این که به پایان خط رسیدیم دوباره. مثل همیشه پیام هایی موند که امیدوارم در برنامه بعدی پخش بشه، ولی بهتون قول دادم به زودی شما پیام ها رو در طول روز میشنوید. دستچینی هم از اونا رو من در آخر هفته بهش جواب میدم. همه پیام ها پخش خواهد شد اگر اون دو اصل طلایی رو رعایت کرده باشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته دیگه، همین روز، همین ساعت و همین جا، همه شما را به پروردگار عاشقی می سپارم که ایران زمین رو خیلی دوست داره. فردا